نغمه ظهر جمعه. قصه گو محمد رضا سرشار، بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، نیمروز جمعتون به خیر و خوشی. امیدواریم خوب و تندرست و شادمان منتظر شنیدن داستان این هفته باشید. و حالا گوش کنید به داستان، داستانی با نام بند کفش، اثر گی دو موپاسان، به ترجمه آقای مجید امیر. همه جاده های روستاهای منتهی به شهر گودرویل مملو و از جمعیت دهقانانی بود که همراه همسرانشون به سمت بازار مکاره شهر در حرکت بودند. مردها آهسته قدم بر می داشتند. کار سنگین و طاقت فرسای شخم‌زنی با گاواهن و درو کردن گندم باداس به مرور زمان پشت اونها رو خم کرده بود. بعضیا گاو و گوسالشون رو هم همراه داشتن که تنابی برگردنشون بسته بودن و اونها رو با خودشون می کشیدن. همسرانشون هم با ترکهی نازوک در دست پشت سر دامها حرکت می کردن و هر از گاهی بر پشت اونها ضرباتی می نواختن تا تندتر راه برن و زودتر به بازار مکاره برسن. زنها زنبیل‌های بزرگ با خودشون حمل می‌کردند که توی اونها مرغ‌ها و خروس‌هاشون رو گذاشته بودند. بعضی از دهقان‌ها هم سوار بر گاری‌هاشون بودند که از وسط جاده‌های پر دست‌انداز و لابلای جمعیت رد می‌شدند تا هر چه زودتر خودشون رو به میدون شهر برسونند. میدون شهر گودرویل پر از جمعیت بود. هیاهو و همهمه و فریادهای خریداران و فروشندگان در فضا تنین انداخته بود و هر از گاهی هم صدای خنده های خشن و کشدار بعضی از افراد از گوشه و کنار میدون شنیده می شد. خلاصه کلام جار و جنجالی بود که نپرس. آقای هاشکام، دهقان پیر و اهل روستای بروت، در حال رفتن به طرف میدون اصلی شهر بود که بند کفشی رو روی زمین دید. او با این فکر که هر چیزی بالاخره یه روز به درد میخوره، با وجود کمردردی که داشت خیلی آهسته خم شد و اون رو برداشت. وقتی او بند کفش رو مچاله میکرد تا توی جیبش بگذاره، یک دفعه متوجه آقای مالاندین شد که دم در دکش ایستاده بود و بر او رو نگاه میکرد. آقای مالاندین توی کار زین و یراق اسب بود و زمانی هم با آقای هاشکام همکار بود، اما بینشون شکراب شد و حالا دیگه چشم دیدن همدیگر رو نداشتن. آقای هاشکام
از اینکه رقیبش او رو در حال برداشتن یک بند کفش از روی زمین میدید از خجالت سرخ شد. اما برای اینکه چیزی رو که پیدا کرده بود از چشم رقیبش مخفی کنه و او متوجه نشه، یواشکی بند کفش رو زیر بلوزش مخفی کرد و طوری وانمود کرد که دنبال چیزی میگرده و هنوزم پیداش نکرده. بعد با زحمت بسیار کمرش رو راست کرد و با قدم‌های آهسته به طرف میدون شهر به راه افتاد. طولی نکشید که آقای هاشکام در میون موج جمعیتی که در میدون شهر ازدحام کرده بود از نظرها پنهون شد. همه در تلاش بودند تا کالای خود رو به قیمت خوب بفروشند و مراقب بودند که کلاه سرشون نره. زنها زنبیل‌هاشون رو در گوشه‌ای روی زمین گذاشته بودند و مرغ‌ها و خروس‌هاشون رو از توی زنبیل‌ها در آورده بودند و در حالی که پاهای اونها رو به هم بسته بودند منتظر خریدار بودند. مرغ‌ها و خروس‌ها میونه اون همه هیاهو با چشم‌های وحشت زده دوربرشون رو نگاه می‌کردند. خریدارها قیمتی رو پیشنهاد می‌دادند و فروشنده‌ها چونه می‌زدند تا قیمت رو بالا ببرند. اما وقتی خریدار از خرید منصرف می‌شد، فروشنده از پشت سر صداش می‌زد و به همون قیمتی که خریدار گفته بود نزدیکی‌های ظهر بود و کم کم میدون شهر از جمعیت خالی می‌شد. کشاورزا راهی سالن ناهارخوری شهر می‌شدند. حالا دیگه هیاهو و هم همه از توی میدون شهر به تالار ناهارخوری هم کشیده شده بود. یکی از خریدهاش حرف می‌زد و دیگری درباره کالایی که فروخته بود. بعضیام درباره میزان محصولشون حرف می‌زدن. ناگهان صدای نواخته شدن طبل از محوطه میدون خلوت شهر شنیده شد. بعضی بی‌اعتنا نسبت به صدای طبل مشغول غذا خوردنشون شدن. بعضیام به بیرون از در تالار ناهارخوری هجوم بردن تا ببینن چه خبر شده. جارچی بعد از نواختن طبل با صدای نازک و بلند جار زد: اهالی شهر گودرویل و همه اونهایی که امروز به بازار مکاری شهر اومدید، خوب توجه کنید. امروز در جاده بنزوویل بین ساعت 9 و 10 صبح یک کیف بغلی چرمی سیاه رنگ که محتوی 500 فرانک بود گم شده. از یابنده تقاضا میشه هرچه زودتر اون رو به دفتر شهرداری تحویل بده و در مقابل 20 فرانک مجدگانی دریافت کنه. جارچی بعد از اعلام این خبر از میدون شهر دور شد و در گوشه دیگه از شهر دوباره خبر گم شدن کیف پول رو اعلام کرد. کشاورزان دوباره به تالار نارخوری برگشتن. حالا این بار همه صحبت‌ها درباره کیف پول گم شده بود. مدتی بعد کشاورزا یکی بعد از دیگری تالار ناهارخوری رو ترک می‌کردند که ناگهان رئیس انتظامات شهر دم در سالن ظاهر شد و با صدای بلند گفت: اگه آقای هاشکام اهل روستای بروت توی تالار هست، فوری خودش رو معرفی کنه. آقای هاشکام از سر جاش بلند شد و به طرف رئیس انتظامات شهر به راه افتاد. خب آقای هاشکام، لطف کنید و همراه من به دفتر شهردار بیایید. شهردار با شما کار داره. کشاورز پیر
شگفتی زده شد و همراه رئیس انتظامات شهر به طرف دفتر شهرداری به راه افتاد. شهردار توی اتاقش روی یک صندلی راحتی نشسته بود و منتظر او بود. وقتی آقای هاشکام وارد اتاق شد، شهردار بلافاصله خطاب به او گفت: آقای هاشکام، امروز صبح تو رو در جاده منتهی به روستای بنزوویل دیدن که یک کیف پول بغلی چرمی رو که متعلق به آقای هولبرگ است و وسط جاده افتاده بوده برداشتی. آیا این موضوع حقیقت داره؟ کشاورز پیر هاج و واج و حیرت زده، ترسی توأم با خشم سر تا سر وجودش رو فرا گرفت و با لحنی ناباورانه رو به شهردار کرد و گفت: من کیف پول پیدا کردم و اون رو برداشتم؟ بله، شما، خود شما. اما به خدا سوگند که من روحم از این موضوع بیخبره. ولی تو رو دیدن؟ منو دیدن؟ کی این حرفو زده؟ آقای مالادین، همون کسی که زین و یراق می سازه. دهقان پیر با شنیدن اسم مالادین خیلی زود همه چیز رو فهمید و در حالی که صورتش از شدت خشم گلگون شده بود گفت: اوه بله، پس او منو دیده که کیف پولو برداشتم. او منو موقعی که یک بند کفش رو از رو زمین بر می داشتم دیده. نگاه کنید آقای شهردار، منظورم این بند کفشه. اما شهردار سرش رو با تردید و ناباوری تکون داد و گفت: تو که نمیخوای من این حرفاتو باور کنم. آقای مالادین مرد شریفیه و حتما فرق یک بند کفش رو با یک کیف پول میدونه. کشاورز در حالی که از شدت عصبانیت سر تا پای بدنش میلرزید، دستش رو بالا برد و با صدای بلند گفت: به خداوندی خدا قسم که این حقیقت رو گفتم. شهردار به حرفاش ادامه داد و گفت: حتی تو بعد از برداشتن کیف پول چند لحظه ای هم دوروبرت رو نگاه کردی تا ببینی که آیا پولی هم در اون دوروبرا افتاده یا نه؟ کشاورز پیر که از شدت ترس و خشم بغض گلوش رو گرفته بود گفت: کی میتونه یک چنین دروغ بزرگی رو بگه و آبرو و حیثیت یکی رو لکه دار کنه؟ خدای من، چطور یکی جرأت میکنه و از خدا نمیترسه و چنین اتهام بزرگی رو به یکی میزنه؟ اما اعتراض مرد کشاورز فایده ای نداشت و هیچ کس حرفهای او رو باور نکرد. زمانی هم که او رو با آقای مالادین روبرو کردن، آقای مالادین همین اتهام رو به او وارد کرد. سرانجام خود آقای هاشکام خواست که جیبهاشو بگردن، اما چیزی پیدا نکردن. سرانجام شهردار که خودش نمیتونست حقیقت موضوع رو کشف کنه و پاک گیج شده بود، تصمیم گرفت در این باره با اعضای انجمن شهر مشورت کنه و بعداً حکم صادر کنه. این خبر خیلی زود در همه جا پخش شد و زمانی که آقای هاشکام از دفتر شهرداری بیرون اومد، خیلی از اهالی شهر گودرویل و کشاورزا دور او حلقه زدن و سوال پیشش کردن. آقای هاشکام خیلی خونسرد از سیر تا پیاز ماجرا رو براشون تعریف کرد، اما همه خندیدن و حرفاشو باور نکردن.
آقای آشکام به هر کدوم از دوستاش که می رسید بدون مقدمه و تند و تند موضوع کیف پول و بند کفش رو که پیدا کرده بود تعریف می کرد و ضمن صحبتهاش آستر جیبهاش رو نشون می داد و می گفت کی من این کیف پول رو برداشتم که خودم هم خبر ندارم. اما دوستاش هم حرفاش رو باور نمی کردن و در جواب اون می گفتن برو کلک. آقای آشکام از کوره در می رفت و از اینکه هیچ کس حرفاشو باور نمی کرد نمی دونست که چه کار باید بکنه. حتی تنها هم که بود بارها و بارها حرفایی رو که به دیگران می زد برای خودش تکرار می کرد. سرانجام شب نزدیک شد و او بایستی راهی روستاش می شد. با 3 نفر از هم روستاییاش هم سفر شد. بین راه وقتی به همون محلی رسیدن که او بند کفش رو پیدا کرده بود فوری رو به همسفرهاش کرد و گفت ببینید همینجا بود که اون بند کفش رو پیدا کردم. و بعد دوباره همه ماجرا رو از اول تا آخر برای اونها تعریف. وقتی آقای هاشکام به روستاش رسید در کوچه پس کوچه های روستا چرخی زد تا هر کس رو که دید ماجرای کیف پول و بند کفشی رو که پیدا کرده بود براش توضیح بده و در نتیجه از اتهامی که به او زده شده بود و آبروش رو به خطر انداخته بود خلاص بشه. اما همه با شک و تردید به حرفاش گوش می دادن و این موضوع تمام شب او رو بیدار نگه داشت و تا صبح پلک روی هم نگذاشت. فردای اون روز ساعت 1 بعد از ظهر خبر رسید که کارگری به اسم ماریوس در جاده منتهی به روستای مانوی کیف پول رو پیدا کرده و به صاحب اصلیش آقای هولبرگ برگردونده. خبر پیدا شدن کیف پول به سرعت در روستاهای اطراف پیچید و آقای هاشکام بعد از شنیدن خبر خیلی خوشحال و هیجان زده راه افتاد تا این خبر رو به گوش هر کسی که سر راهش سبز می شد برسونه. این بار او خیلی آروم و خونسرد ماجرای گم شدن کیف پول و نحوه پیدا شدن مجددش رو برای همه تعریف می کرد. مردم هرچند به حرفهاش گوش می دادن ولی او از حرفایی که پشت سرش زده می شد پی می برد که باز قانع نشدن و حرفهاشو باور نکردن و این موضوع او را عذاب می داد. چند روز بعد آقای هاشکام راهی شهر گودرویل شد. اون هم فقط به این خاطر که موضوع کیف پول و پیدا شدنش رو برای اهالی شهر تعریف کنه و از شر اون تهمتی که به او زده شده بود خلاص بشه. وقتی که او وارد شهر شد مالادین رو دم در دکش دید، یعنی همون کسی که عامل همه اون بدبختی های او بود. آقای هاشکام از کنار او رد شد و به طرف مرد کشاورزی که از سمت مقابل می اومد رفت. اما او پیش از اون که آقای هاشکام دهنش رو باز کنه و حرف بزنه با ضربه ای ملایم توی شکمش زد و گفت خودمونی ما، خیلی کلکی. و بعد راهش رو کشید و رفت. آقای هاشکام هاج و واج از این رفتار مرد کشاورز با خودش گفت چرا این حرف رو زد؟ خدایا چی کار کنم؟ بعد به طرف قهوه خونه شهر رفت. پشت میزی نشست و تا خواست لب باز کنه و حرف بزنه یک تاجر اسب رو به او کرد و گفت خب چطوری ناقلا؟ نمیخواد راجع به بند کفش حرف بزنی؟
این کلک ها دیگه کهنه شدن و خریدار ندارن. آقای هاشکام با خونسردی جواب داد: این حرف ها چیه که میزنی؟ مگه نمیدونی کیف پول پیدا شده؟ در این لحظه یکی از گوشه قهوه خونه جواب داد: بله، حق با توه. یکی پیدا میکنه و یکی دیگه خبرشو میده. پای تو هم توی این ماجرا کشیده شده. آقای آشکام از شدت ناراحتی بغض گلوش رو گرفت. او رو متهم به برداشتن کیف پول کرده بودن و حالا هم با پیدا شدنش مردم فکر میکردن که با وساطت چند نفر یکی دیگه اونو به صاحبش برگردونده. وقتی آقای هاشکام خواست در مقابل حرفهای طعنه آمیز کسانی که توی قهوه خونه بودن بایسته، همه اونها زدن زیر خنده. اون وقت او مجبور شد چاییشو نخوره و از قهوه خونه بیرون بیاد. او متهم به کاری شده بود که روحش هم از اون بیخبر بود و اثبات بیگناهیش هم کم کم براش غیر ممکن به نظر می رسید. بعد از اون هر روز با خودش حرف می زد و دنبال دلایل تازه تری می گشت تا شاید بتونه با تعریف کردن ماجرا با زبونی دیگه و حتی شده با قسم خوردنهای بیشتر بیگناهیش رو ثابت کنه. او ساعتها توی خونش می نشست و ماجرای پیدا کردن بند کفش رو بارها و بارها برای خودش تکرار می کرد. مردم پشت سرش می گفتن: حرفای این مرد عذر بدتر از گناهه. و او روز به روز احساس تباهی می کرد و درد این تهمت ناروا بر قلبش سنگینی می کرد و فکر این موضوع کم کم مغزش رو از کار می انداخت. اواخر پاییز بود که در دورنج این تهمت ناروا او رو به بستر بیماری کشوند و چند روز بعد آقای هاشکام مرد. اما در آخرین لحظه های عمرش دچار هذیان‌گویی شده بود و همچنان در صدد اثبات بیگناهی خودش بود. او همش این حرف رو تکرار کرده بود: نگاه کنید آقای شهردار، یه بند کفشه. میبینید؟ یه بند کفش. چیزی که من از رو زمین برداشتم فقط این بند کفش بود. همین و بس. باور کنید من دروغ نمیگم. خب دوستان، با به پایان رسیدن داستان غم‌انگیز و عبرت‌آمیز بند کفش، وقت اون رسیده که از شما خداحافظی کنیم و تا جمعه آینده که انشاءالله داستان دیگه‌ای براتون تعریف می‌کنیم، همگیتون رو به خدای بزرگ بسپاریم. سرفراز باشید.